آمدیم بعد سر تایمنی سابقه البته دو سوژه با خود داریم، یکی که همون بیبرقی است که فعلا مردم ما باید دست پنجه نرم میکنه و دیگرش هم قیمت رفتن تیل و گاز است و نفت که در بازارها خیلی قیمت شده و مردم خیلی با مشکلات مواجه هستن. چرا می تیل قیمت رفته؟ خیلی قیمت شده تیل گلن 420 گاز فعلا کلی 70 روپه قیمت گاز و تیل همش بلند رفته. چی نظر دارین چرا یک بار قیمت ها به اوجش رسید و همش بلند شده؟ سلام و وقت بخیر خدمت یک شما عزیزان عدیه میدی، امیدوارمتان خوب و سلامت باشه و روز به خیلی خوبی آغاز کرده باشه و میگونه به پایان برسانین. از اون امروز ما آمدیم بعد سر تایمنی سابقه، البته که اینجا سرک امک هستیم در سرک تایمنی سابقه است و دو سوژه با خود داریم، یکی که همون بیبرقی است که فعلا مردم ما باید دست پنجه نرم میکنن و دیگرش هم قیمت رفتن تیل و گاز است و نفت که در بازارها خیلی قیمت شده و مردم خیلی با مشکلات مواجه هستن. ما امروز خواستیم که در این رابطه نظر مردم خودتا داشته باشیم و میریم به طرفشان و از خودشان میپرسیم که چی مشکلات دارن و چرا قیمت رفته همین نفت و گاز. بیشتر از خودشان پرسان میکنیم که یک تیل فروشی است که میریم با خودم مسئولش صحبت میکنیم. سلام. سلام. خوب هستین؟ بخیر باشین. زنده باشین. سلامت باشین. نام؟ فرزلی. فرزلی جان مصروف چی کار هستن؟ یعنی من دکانداری. دکانداری تیل و یارم مفروشه؟ آه تیل است پنچری. چرا می تیل قیمت رفته؟ خیلی قیمت شده. تیل دیگه ما نمیفهمیم دیگه، بالا جایی دیگه با خودم چه میفهمم. مثلا لیتر چند شده؟ 80 روپه 86 روپه. تمامش یایی که نه مثلا تیل دیزل است و پترول یا همش تفاوت داره قیمتش یایی که همش همسانه؟ پترول کمی پایین تر است 7-8 روپه، دیزل بلند است. چرا اصلا شده که تیل پترول قیمتش پایین است و از دیزل بلند؟ خوش نمیفهم بانا دیگه. نمیفهمی؟ نه. بود از کدام کشور وارد میکنین تیل؟ تیل دیگه خوش نمیفهم. چه تفاوت بین تیل و که تیل که در خود تانگ تیل میباشه چی است؟ تفاوت نداره دیگه تیل. نداره؟ یک تیل است. تو مردم میاین موترمان ها زیادتر میگن تیل یایی که نیال کم شده؟ تیل مردم کلی که موتراخ استاد کرده بخاطر که تیل قیمت است. باز خودت مشتری زیاد داری؟ نه حالی که هیچ کاربار نیست بخاطر که تیل قیمت است. تیل قیمت است. تیل که ارزان باشه هر کس میبرای موترخ میکشه. دلیل قیمت شدنش برای تو معلوم نیست که چی روی چی دلیل قیمت شده؟ نه دیگه واره من نامن نمیفهم دیگه که چی. سلامت باشه. جور باشه. برکسای خود دارم این دست. جور باشه. زنده باشه. سلامت باشین. از اون ندیدن که جمعه برادر ما صحبت کردیم که میریم به طرف دیگرها که مثلا تیل و گاز اینا جایی که میریم چی نظر دارن. اون طرف گاز فروشی هست، میریم به طرف گاز فروشی تا قیمت گاز هم میفهمیم. میریم به طرف از این برادر ما ببینیم که چی گفتنی دارن. و سلام. سلام. خوب هستین؟ خوب هستی جان. جور بخیر. سلامت باشه. نامتون؟ نامتون؟ نور احمد. جان مصروف چی کار هستین؟ مصروف پنجرمنی کنه تایرا. بخو پنجرمنی هستین؟ بارن گوشنه و ضربه در هستین اینجوری. کاروبار نیست؟ نه بخدا. چرا قسم شده؟ والا من تا حکومت نامه نه کار نه بارن ضربه در هستین. کم شده مشتریتون؟ آه دیگه خیلی نیا. دستابق زیاد بود؟ دستابق زیاد بود. خودت خواهی جا هستی مردم در مورد بلند رفتن قیمت تیل و گاز چی میگه؟ کلی مردم موقع قیمت شده تکسیوان ها کلی مردم موقع قیمت شده یاد از بس نیاد دیگه چه کنه؟ از بس چون نیست که دلیلش ها نمیفهمین که چرا بلند رفته قیمت ها؟ دلیلش رو چی میفهمین اینجا؟ نمیفهمین بیبرقی جو تو چقدر بیبرقی شما را مثلا رنج میتوانید؟ یکان دفعه شب می یکان دفعه روز می بود وقتی می که بلند نمیفهمین. در 24 ساعت چند ساعت برق دارید؟ 24 ساعت یک ساعت دو ساعت برق بودیم یه خلاص. باز در دکان برق دارین یا نه؟ در دکان نه برق کجا؟ برق از کجا کنیم؟ ندارین. باز یه پنچر من یه رقمه این توسی جلاتور هست؟ ها باز تیل چند میخنین؟ تیل گلن 420 روپیه.
کیلو نشه با دیزل خاک یا چی میگن دیزل 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 است میشه قیمت است یا ارزان قیمت ها 425 ارزان لیتر چند میه لیتر 84 رو 84 و خیلی قیمت شده پیامتون برای اعضایی که خود تبیرین در هستن چی هست؟ پیام دیگه مزرور از چی میاد دیگه این داخل دکانش اشته نه کرای دکان بود میشه نه چیز هم دیگه من چی کنیم؟ کرای دکانتان پورا نمیشه؟ نه چرا یعنی دلیلش همی؟ دلیلش بیکاری یعنی بفقری یعنی دیدی کل دنیا هم میرخم کل افغانستان میرخم در بدارم کار بسارم خدا مهربان است که این مشکلات همش حل شد بخیر آرام بشه سلامت باشه زنده باشه از اون میریم به طرف که اینم کاکای گازفروش هم همیجا سلام کاکا سلام علیکم خوب هستین؟ شکر فضل سلامت باشین مصروف چی کار؟ مصروف جوالیگری جوالیگری؟ آه دکان مربوط خود تزدیم بله. گازفروشی بله چطور است نرخا؟ خوب است نرخا نرخ گاز خوبتر است نسبت به دیگه نرخا اون سر استاد چاوم که صفحه چود لباسم ده آرد گفتین مصروف گاز فروشی قیمت ها چطور؟ قیمت گاز خوبه دیگه چیزا قیمتش بسیار بلند است چند هست مثلا کلوی چند هست گاز؟ گاز فعلا کلوی 70 روپه 70 روپه؟ خیلی بلند نشده بلند شده دیگه نسبت باز دیگه چیز گاز خوبتر است خود دیگه چیز بسیار روغن بلند رفته آرد بلند رفته و مواد خوراک از زیاد بلند بلند خوب بسیار بلند است یعنی وقتی که برق نباشه چون نمی شب و روز قسمی که میبینیم برق نیست اگه قرار نمی باشه بازم فروشات شما شاید زیاد شده والا نه فروشات هم زیاد نمیشه مردم دیگه مردم این فقط دمش بند است دیگه اگر کدام چیز ذره داشت من 25 ایرمن روزه که ندود نمی اندازم یعنی قدر گاز نمی خرم نه نه فروش شو قدر نیست سابق چطور بود فروشتان سابق خوب بود سابق کاروبار بسیار خوب بود دیگه حالا فعلا مردم پیسه نداره کار نیست بار نیست مامورین دولت ماش نداره دیگه از کجا وقت مامورین دولت ماش داشت ماش میگیره مصرف میکرد حالا ماش نداره دیگه ماش ندارن کار نیست دیگه باز گاز از کجا وارد میکنه گاز ما از کمپانی میاریم از کمپانی میاریم ترکمنستان میاریم بله باز اما قیمت که با اوجا میاید چقدر تفاوت میاد در دکان که از اونجا تا به اینجا در برای ما می فایده کلو 1 سرپه میگیریم سرپه؟ بله ها قسم شده که من سرن کسی آمده باشه گاز انداخته باشه و پول نداشته باشه والا نه تال خو نشده دیگه تو خواه خواه شاید باشه کدام تا که 1.50 رو قدر اگه آدم داشته باشه هم میگه برو خیر است لو چی یک مجبور باشه ست. سلامت باشین پیام آخر دان اگر باید داشته باشین تشکر پیام آخر اگر باید زان داشته باشین پیام آخر برای دولت داریم بیادر که همی کار بار یک ذره ارزان منرخا پایان بیایه و همی کنترل بازار شد و دیگه بازار هم گناهش نیست از بالا جای قیمت است دیگه این بازار در بازار کلوی دور پسر بزیاد نیست از اون بالا جای پایان کنه دیگه بله. قیمت میاد از بالا جای قیمت میاد مجبور مردم قیمت بفروشه کرایه دکان بلند است مالیات دولت بلند است هنوز به عوضی که مالیات پایان کنه این چی جواز پایان کنه امسال هنوز هم گرفته مردم بلند است یعنی شما جواز قیمت میگیرید بله جواز قیمت میگیرید نسبت به پارسال حالا میگه جواز بالا کن به عوضی که کار و بار نیست دولت نرخ پایان بیاره جواز پایان بیاره مالیه رو پایان بیاره هنوز هم میگه بالا مثلا پارسال چند بود جواز پارسال جواز بود 3000 روپه حالا جواز میکنه 4000 روپه قیمت شده پس قیمت شده میگه جواز چرا قیمت شده تو کار بر مردم پیدا کو کار باشه بار باشه بعد از قیمت بگی کار باشه مردم قیمت میده دقیقا کار باشه مردم بشون مشکل نیست که هر قدر که باشه کار باشه کرای دکانم بالا باشه پروا نداره مردم پیدا میکنه میده بشه کار که نیست اینال کرای دکانم بالاست جوازم بالاست مالیاتم بالاست سر از دیگه اون مردم بیکار و بیروزگار است سلامت باشه بخیر باشه سلامت تشکر میریم به طرف جگل دوستا که میریم که گاز فروشی که یک دانه هو طرف است اولی جا میریم پرسان میکنیم سلام سلام علیکم خوب هستین؟ تشکر شما خوب هستین؟ سلامت باشه نامتان؟ محمد اقبال محمد اقبال جان مصروف چی کار؟ ما فعلا بیکار هستیم تقریبا خب بیکار هستیم همینجا اومدیم که بشینیم که یک قصه کنیم قبلا کار داشتیم؟ خب تو کار داریم خود اگر چوکیداری سه از ما فعلا قصه هم شب چوکیداری میکنن بله آه نظرتان در حوصه به بیبرقی و بلند رفتن قیمت گاز و نفت چیه؟ قیمتی در شهر خواهم قیمتی مواد خوراکه و مرتزاقی تیل و گاز قیمت شده مردم بیچاره است توان ندارن که مواد از بازار خریداری کنن مواد خوراکه خصوصا نارد و روغن
مردم بیچاره اصلا نمیتونن. همین حال بعضی همسایه‌های ما توان کرایه که 3000 4000 است توان پرداخت کرایه دکان رو ندارن، چی بسا که بتونن به خانواده خودم خرج روزگار خودم چی کنن. خودت خب معمولا در بیرون هستی میبینی که مردم چی میگن، مثلا خصوصا تیل قیمت رفته، گاز قیمت رفته و حالا فعلا بی برقی هم هست که دیشب و روز برق هم نیست. مردم خب هم بسیار ما خود زیادتر که چی میکنیم از دکاندار و در حساب میگن ما با دلار خریداری میکنیم، نرخ دلار تا بالاست، یکی بسیاری هم جنگ اوکراین و روسیه را بهانه میکنن که بالای نرخ روزگار کشور هم تاثیر داره. البته اگر از اوکراین و روسیه ایجا وارد میشه تیل و گاز دینا. حتما ما بیشتر معلومات نداریم، همی از دکاندارا که پرسان میکنیم همین مسائل خصوصا آرد و روغن و امیر از زیادتر جنگ روسیه را با جنگ روسیه ارتباط داره. بله با امید روزی که این مشکلات حل شوه و سلامت باشین پیام آخرتان برای زود انشاءالله که مشکل کشور ما رفت شوه، همه هموطنان ما در آغوش یک دیگر بشنن، در کشور آرام زندگی کنه انشاءالله. سلامت باشین، تشکر. سلامت از آن دیدن که برادران ما گفتن که بیشتر قیمت ها که بلند میره و تاثیرش جنگ اوکراین و روسیه را گفتن. ما خصوصا میریم به طرف دیگه ازون ببینیم که ازای دیگه چی گفتنی دارن، که خصوصا در مورد از اینکه چرا بی برقی فعلا اسام قسم بلند رفتن قیمت و تیل و گاز که اینجا من گاز فروشی هست. ببینیم که البته باید داخل دکان بریم چون نمیجه هست. کوکا سلام کوکا جان. سلام را خوب هستین؟ تشکر، لطف کردین. سلامت باشین. مصروف چی کار؟ فعلا خب بلای برق به خیر نو رسیده، میخوایم کمی رو توضیح کنیم به مردم که برق به بلاکایشان رسیده کمی که کار رو تسلیم کنن که فقط به برق نباشه. انشاءالله به برق نباشه که هستم دیشب. والا خیر مشکل نیست دیگه، افغانستان خب مملکت است که پر سر و پا از جنجال و مشکل. الله یک لطف کنه که وطن ما و شما آرام شوه، از این بدبختی ها و مصیبت ها خلاص شه. آمین انشاءالله. یک نظام و امنیت و یک ثبات شه. انشاءالله که همه قسم شوه. خود دیگه مصروف دکانداری هم هست. بله ها دیگه طبعا مصروف دکانداری هستیم، به مخاطر که همکاری با مردم باشه یه بلای برق اینجا میم باز ما توضیحش میکنم. خب مفتم قدما مسئول برق هم خودتون هستی، سوالات برق هم از شما کنم. مشکل نیست. قیمت گاز و تیل همش بلند رفته، چی نظر دارین چرا یک بار قیمت ها به اوجش رسید و همش بلند شده؟ خب موضوع در قدم اول نخواستم این موضوع همی است که اهمیت همه چیز است. وقتی که افغانستان فعلا یک ذره کمیت نداریم، ثبات نیست، نظام تازه تاسیس است، بخیر نظام که وقتی ثبات پیدا کنه، امنیت پیدا شد، انشاءالله که نرخ هم پس تنزیل پیدا میکنه و دیگه خداوند تجارای ما را توفیق قضی را بده که اگر لطف بکنن نرخ را در سه نرخ کوشش کنه با مردم با ملت ما که بسیار میفهمیم که یکی فقر است، یکی بیچارگی است، یکی بیکاری است، کلگی در مجموع بیکار شد، بی سرنوشت شد، نظام از هم پاشید و حالا خداوند یک نظام صحیح را حاکم بسازه که بتانیم که زمینه کار بار ترس تحصیل به مردم مساعد شود که پس دوباره نفع جور شود. دیگه در غیر از حالا ما از نظام تقاضا داریم، گله داریم که شما به زودترین فرصت کار به اهل کار بسپاریم و دوم از اینکه در عرصه امی شرکت های ما که است، تاجرین ما که است، یک لایحه را وضع بکنین که به حساب مال که صادر میشه امیر به حساب گمرکاتشه با اونا همکاری بکنین که اینا مال لیجه به ارزان شوه، نرخ ارزان شوه، یه چیز محصول بلند 100% است و چیز بدن مردم ایجا بیکار است. یک بجیارد که به حساب 1200 1300 بود حال به 2700 است، مردم توانایی خرید از این بجیارد نداره یا پیپ روغن نداره. یک بوتل روغن ما سودا میکنیم 450 افغانی و حال هست 1000 افغانی، 1000 افغانی 5 لیتر روغن فعلا 1000 افغانی است. یعنی در صورتی که مردم کار نیست، مشکلات هست، کلگی به دولت به سرنوشتی به سر میبره، به مو خاطر بنان باید دولت همکاری رو با مردم خود داشته باشه. اینطور نمیشه که ما دولت یا نظام داشته باشیم که با
بالای مردم تنها حکم بکنه. یعنی مسئولیت نظام همی است که از حق مردم، از حقوق مردم، از تمام چیز مردم هم دفاع بکنه و هم حق بقدار برسانه. در قناه اون وضعیت اقتصادی را خوب کنه، مهمتر کاروبار ایجاد کنه برای جوانان و اینا. سازی بکنه. حالا خاله الحمدلله یعنی نظام ما مردم کلگی خوان نظام اسلامی بود. که نظام اسلامی جا حاکم شوه، الحمدلله که حاکم شد. خداوند توفیق قضیه را به اینا عطا بکنه که در امی ارسی امی نظام اینا کوشش و تلاش به خرج بدن و زمینه کار شرکت ها را باز فابریکه ها را ایجاد بکنه که مردم پس دوباره به کار شوند. که از این مشکلات جنجال اقتصاد خلاص شیم با امید امی که اگر افغانستان باثبات امنیت و در پرتو صلح و صفا مردم زندگی خوش و خوب داشته باشه. گاز باز کیلوی چند است؟ فعلا خو گاز در اوج در شرکت که ما میاریم به حساب 65 افغانی است و فروش بازار 70 روپیه. 70 روپیه. بعض جای باز قیمت ها والا خاطر اگه حساب است که مشکلات دمی است، کسی به حساب تن میخره او براز یه چیز ارزانتر مفته، کسی که به حساب اگر کمتر میخره باز نرخ از اونها موجه فرق میکنه. کنال اگر زیاد بخرین نرخ ارزان میباشه، اگر کمتر بخرین حتما نرخ قیمت میشه. بدون شک چون تجارت امیر پیشش امیر به حساب چی میکنه که اگر کسی که مثلا مال زیادتر بخره نرخ براز او ارزانتر می به حساب عمده میشه و این پرچون که میشه باز پرچون حتما نرخکش یک ذره گک بلندتر. از شما پرچون هست؟ فعلا ما پرچون هستیم. باز از سوی حکومت نرخ نامه توزیع میشه به حساب از اینکه گاز باید کیلو چند فروخته شه یا اینکه نه هر کس میتونه؟ نه خیر، نرخ نامه خود توزیع شده، اینا به هر جای رسیده، اینا نرخ را که میتونه نرخ ما که از رقم اثار خارجی واره روز تمام روز تجاران که از فقط مال در اثار ضرب زده میشه. مثلا امروز تاریخ چیزی که تثبیت شد در سرای شاهزاده بول میشه دلار. مثلا همون دلاری که بود روی همون مال خود نرخ میگذارن بازار بعد بازار توزیعش میکنن. امروز اگر ببینید اگر تو نباشه فرض مثال ما یک قلم مال که میآوردیم در ظرف یک ماه سودا نمیشه. ما در یک ماه باید نرخ ما شور نخوره خیر تا که مال خلاص نشه. این نرخ ما که است نرخ افغانستان صبح اگر یک نرخ است دو بجه دیگه نرخ میشه، دیگر دیگه نرخ میشه، فرداش دیگه نرخ است. یعنی به اون اساس اینا 24 ساعت با میارای به حساب پول همی میاره بین المللی دنیا دلار است، به اساس هم دلار اینا زرد میزن. تغییر میخوره. باز گاز از کدام کشور وارد میشه؟ حالا فعلا همی آسیای میانه گاز تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان این همی اینا میه. اگر اینا نبیه خال گازی که به حساب ایران است اینا کیفیت کولاکیش پایین است، دیگه گازای خوب نمی باشه. دیگه امید به خدای حق است که بدر فامید یک کار همکاری شود. ان شاء الله. الله همین. سلامت باشین. سلامت باشین. شما هم چنان پیام اگر داشته باشین کم نما در خدمت. روز خوب و خوش داشته باشین. فقط یگانه آرزوی ما اینمی است که وقت ما آرام شود، یک نظام، یک ثبات، یک امنیت که مردم ما همین چهار ده رنج را که دیده، بیچارگی را که دیده، مشکلات را که دیده و دوستای خدا نه که از دست دادن، وطن خدا بدر به این حالت ما دیده نمیتونیم. امید به الله حق داریم که ما سایر ممالک دنیا وارد در ترقی و پیشرفت و بتونیم که اولادای ما درس بخونن، تحصیل بکنن، تعلیم بکنن. ما طرفدار به این نیستیم که اینا دیگه از خاطر درس، تعلیم، تحصیل از دیگه سایر ممالک دنیا پسمان باشه. ان شاء الله که نمیمونه. ان شاء الله. امید به سلامت باشین. شما هم به بلای برق خبرین برسانین که برقا پس بیا. سلامت. شما هم سلامت باشین. دین از اون کیجا برادر ما گفتن که چرا گاز قیمت شده و تجارا هم قسم قیمت نره و همچنان که دلار تغییر میباشه روز. اینجا میره میره با طرف که نمیفهم جلوت تل فروشی است. که ببینیم چی میگن. اجازه است. سلام. سلام. خوب هستین؟ مصروف چی کار؟ مصروف ورکشاپ جنگ کنم. ورکشاپ است؟ خب من فکرم تل فروسی. نه ورکشاپ هست. چطور از مردم میاین چی که خراب میشه چی در میارن یا نه؟ میاره خوب است دگه. خبتر سابق وار نیست. 20 کار مانده دگه. چرا قسم شده؟ خب وضعیت افغانستان خودت میفهم چون شده. چون تغییر برای وضعیت افغانستان وقتی از لحاظ نظام تغییر بیاید در قیمت ها و در اما کاروبار هم تغییرات میاد. کاروبار بخیر پایین اومده از 100% 20% مونده. همین گاز و نفت بلند رفته و در شب و روز میبینیم که برق نیست. با چه مشکلات مواجه هستیم؟ اون هاو نیست در خانه دیگه. تیل هم قیمت هست. همش قیمت هست. قیمت قیمت هست. سلامت باشین. وقتتون بخیر. سلامت. میریم از آن به طرف جگه دوستا که ببینیم که چی میگن. اما قسم
پیش میریم تا اینکه بازم تیل فروشی اگر باشه یا گاز فروشی باشه ما وقتا میریم به طرف موترانا تکسیرانا البته باید باید موترانا ما بشن تکسیرانا میریم که بریم امروزشون صحبت کنیم که چی مشکلات دارن که اونجا یک برادر ما هست که بینیم که امروز ما صحبت میکنه یا نه. طرف میریم البته اینجا شدن. سلام خوب هستی؟ خیرت خوب خیرت سلامت باشین. نامک تو؟ اسم ما مصطفی است. مصطفی جان چی میکنیم اینجا؟ دریور هستم ما. خوب اینا دریور اگیر کردیم. چطور از کاروبار بگوین که در گذشته چه قسم بود فعلا چی تغییرات بود؟ کاروبار خب با کلی کاروبار نیست، کاروبام از ما نیست، از مردم دیگه هم نیست. گذشته خوب بود، کاروبار بود، فعلا دیگه کاروبار نیست. در مورد از بگن که تیل قیمت شدنی خیلی بلند رفته و چقدر راضی هستین که بلند رفته یا راضی نیستین؟ در بلند رفتنش خود راضی نیستیم. تیل 80 روپیه یک لیتر تیل شده دیگه، برمان پوره کردنش مشکل است، کاربار نیست، قیمت است تیل. مثلا تیل پترول میفته در موتر یا دیزل؟ نه پترول هم است، دیزل هم است. از خودت کدام است؟ از ما پترول است. قیمت واسه چند است؟ لیتر چند است؟ لیتر 80 روپیه است. 80 روپیه خیلی قیمت است دوستا. باز چطور است کارتون میشه روزانه یا نه؟ خدا را شکر است خوب است، بد نیست. خب مگم تیل قیمت است پورا نمیکنه، بازم راضی استیم. راضی هستم، شکر که راضی باشم. انشالله که جور میشه و شاید یا یک مدت باشه. دلیل از اینکه تیل بلند رفته قیمتش در چی میبینی؟ دلیلش دیگه می دلیل خاص نداره، دلیلش اینه می هسته که تیل قیمت رفته و پیش از اینکه بود میگه که جنگ از اوکراین و بیادر جنگ است را بند است تیل قیمت رفته. بعد این حالا میگه دلار بلنده، که دلار هم بلند رفت همی تیل همه قدر بود که دلار پایان هم آمد همون تیل همون قیمتش بود دیگه. دلیل خاصی نمی فهمم که چطور دلیل خاصی نمی فهمم، فقط اون شاید دلیلش همون جنگ اوکراین و روسیه و بلند رفتن دلار باشه. اما قسمت همی امکان داره. بوز چطور است روزانه وقتی که بیرون میبراین میبینین مثلا سواری دارین نذارین؟ مثلا از یک فکر کنین از اینجا تا قسمت یک طرف میرین چند میبرین؟ لینی است یا یک نه در بس؟ نه لینی کار نمیکنیم، از ما در بس است. من میال فعلا میدسی از خانه برآمدیم، کار بار نیست، کار نیست، دل آدم نمیشدم کار که برای کار باشه، که برای دلت گرم باشه که میرم کار کردن. کارم نباشه از خانم برای کارم نشد دیگه مشکل است. مشکل است، خیلی مشکلات است. سلامت باشین. پیام آخرتان اگر به عزیزان داشته باشین دفتر نیم پیام خاص نیست. تشکر شما جان، تشکر که وقت دادن بر ما. سلامت از جدیدین که یک تکسیران بود که گفت که با چه مشکلات مواجه است و کارار نسبت به سابق چقدر پایان کم شده و اصلا کار فعلا وجود نداره مثل سابق باریم. خب بازم با امید از اینکه روز برسه که همگی حل کنم و مشکلاتشون حل شده و هیچ چیز قیمت نباشه، خصوصا تیل نباش که طرف کار ما موتر نزنم. از اون میریم به طرف چانگ تیل تا که با یکی از مسئولین از یک صحبت کنیم، ببینیم که در مورد بلند رفتن قیمت تیل و چی میگن و از کجا که وارد میشه و دلیل از اینکه چرا بلند رفته بیر از خودشون پرسان میکنیم. میریم به طرف چانگ تیل. رفتیم امروز تیل فروشی، امروز قسم گاز فروشی و نظرات مردم در مورد از اینکه چرا تیل قیمت شده و امروز قسم گاز چرا قیمت شده دلایل مختلفی که داشتن و نظرات مختلفی که داشتن برای ما گفتن. باز ما خواستیم آمدیم امروز قسم رفتیم طرف چانگ تیل و تا با مسئولینش صحبت کنیم، اما اینها حاضر نشدن که با ما صحبت داشته باشن و در مورد دلیل از این بگوین که چرا قیمت تیل قیمتش بلند رفته نخواستن بگوین. ما مول به دقایق اخیر برنامه رسیدیم، امید که مورد توجه تک تک تون برنامه قرار گرفته باشه و تا آخر دیده باشه این برنامه را.
و همچنان از تمام کسایی که برای ما کامنت میگذارن و نظر میتن سپاسگزار هستم و در ضمن من منتظر نظریات انتقادات و پیشنهادات شما هستم و همچنان چینل هدیه میدیا را لایک و سابسکرایب کنین تا برنامه بعد که باز هم خدمت شما قرار میگیرم و میتونم به خداوند یکتا میسپارم وقت همتون خوش.